کرد. داوود پادشاه در مزمور 27 خیلی زیبا درباره یک قلب شکرگزار داره صحبت میکنه، چون این رو تجربه کرده. بشنویم از مزمور 27. میتونید بخونید؟ خداوند نور من و نجات من است. خداوند نور، همون اولین قدم رو بذارید بریم جلو. میگه خداوند نور من است، یعنی امید من است، یعنی اعتماد من است، یعنی بشنوم بگید آرامش من هست، پیروزی من هست. پس تاریکی نیست، چون تو تاریکی هستش که ما ناامید میشیم. توی تاریکی ها هست ما میترسیم، توی تاریکی هست هر صدایی میاد برای ما نامفهوم هست، گنگ هستش و مجهوله و ناشناخته هست. توی تاریکی هستش که ما افسانه رو بیشتر باور میکنیم تا حقیقت رو، و افسردم خواهیم شد و استرابم نیز ما رو خواهد گرفت. باز مولوی اعلام میکنه شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم. وقتی رابطه عاشقانه با خدا داریم، حتی اون قسمت هایی هم که برای ما گنگ هست و مفهومی درست نداره، خداوند اونجا عمل میکنه. یک بار دیگه این آیه رو بشنوم. خداوند نور و نجات من است، از که بترسم؟ نجات من از دروغ های شیطان، نجات من از بی پولی ها، بی برکتی ها، مریضی ها، تنهایی ها، شکست ها، بلا تکلیفی ها، دشمنی ها، تمام چیزهایی که افکار ما رو میخواد مشغول کنه و اجازه نده که ما قلبی شکرگزار در حضور خدا داشته باشیم. شکرگزاری حقیقی دلیل احساس امنیت همه جانبه در امور زندگی شخص میتونه باشه. دیگر احتیاجی نیست که شخص از بیرون یک امیدی رو بگیره، حتی لازم نیست توی کلیسا بهش بگیره. باعث کاری رو انجام میده که خداوند ازش خواسته، از کلام خدا داره میخونه، اما اون با امید میاد، این ایمان رو داره. قبل از اینکه من برای الانه عزیزم بخوام دعا کنم، ما تو اتاق داشتیم دعا میکردیم، کاترین و مازیار عزیز اومدن، گفتیم داشتیم دعا میکردیم و ایمان داریم خدا شفا میده. هر دو چهره هاشون خندان و شاد گفتن ما ایمان داریم، ما میدونیم. این قلبی شد با ترس و نگرانی به مسائل نگاه نمی‌کنه، چون قلبش داره گواهی برای این میده، قلباشون این گواهی رو میده که پیروز خواهند شد. بفرمایید، خواهش میکنم. خداوند ملجای جان من است، همین. از که هراسان شوم؟ چون شریران بر من نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند، یعنی خصمان و دشمنانم، ایشان لغزیدند و افتادند. اگر لشکری بر من فرود آید دلم نخواهد ترسید، اگر جنگ بر من برپا شود در این نیز اطمینان خواهم داشت. یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید، که تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن باشم تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم. آمین. داوود پادشاه اعلام نمی کنه که دشمنانی دارم، خداوند این دشمنانی من را لعنت کن، دور کن از من، نابودشون کن. میگه خدایا یه چیزی میخوام. اعلام داره میکنه دشمنان داره، حمله ها هست، اما میگه خدای من از تو یه چیزی میخوام، که من در تو و تو در من باشم، که قلب من مال تو باشه. چرا در کتاب مکاشفه 3:20 اعلام میکنه پشت قلب تو ایستادم، دارم میکوبم. وقتی که حضور خداوند با ماست، در قلب من و تو هستش، یک امید زنده است، و وقتی این امید برای ما زنده هستش، ما چرا باید شکرگزاریمون لفظی باشه؟ توی دعا بیان خدای شکرت برای اینو دارم، اونو دارم، اینو دارم، اونا که وعده های خداست. اون موقع برای وجود خود خدا، خدا رو شکر میکنیم و توی جایگاه درستی خودمونیم و میدونیم که هیچ قدرتی نمیتونه ما رو از این عشق و از خدا و از قلب شکرگزار ما رو دور کنه. مولوی اعلام میکنه اندر دل من درون و بیرون همه اوست، همه جا اوست با من، در فکرم اونه، روبرویم اونه،
حتی چیزایی هم که بد هست، من میدونم که خداوند قادر هست اون بدی‌ها رو به خیریت تبدیل کنه. شکرگزار هستم. اجازه ترس و نگرانی نمیدم. اخم به صورتم نمیارم. اعلام ترس نمی‌کنم. این شادی و این امید در من هست. هر آنچه که بشه بازم می‌دونم خدا با من هستش. پس با تمام وجودم شکرگزار هستم. بازم میگم نه به خاطر اجابت دعا، بلکه به خاطر خودش شکرگزار هستم. عزیزانی که در حضور خداوند میرن و طولانی میرن، نه کسی که میره 2 دقیقه 5 دقیقه، من میرن. کسی که میگه گاهی به ساعت بادن بزنی. اگر کسی چه این تجربه داره لطفا بیسته بگه بعد از ساعت ها در حضور خدا، خدا رو چگونه شکر کرد، چی خواستی ازش. کسی هست تو جمعی رو بگه گواهی بده؟ بفهم، خیلی کوتاه بگید لطفا. بفهم، نشسته بگید. مرسی، ممنون، میتونیم دست بزنیم. خب این برکتی است که میاد. اما تجربه نشون داده و خود من این تجربه را دارم، وقتی که زمان من در حضور خدا طولانی میشه، من فقط خدا رو شکر میکنم برای وجود خودش. هیچی ازش نمیخوام، فقط خودش رو میخوام. در حضور خدا طولانی برید لطفا. موقت در حضور خدا نرید. 10 دقیقه نرید، 5 دقیقه نرید. به کلیسا اکتفا نکنید. بیشتر برید در حضور خدا، تراپی بشید، آروم بشید و قوت خدا رو ببینید. قلب شکرگزاری شما روش خواهد کرد. بله بفرمایید. زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در پرده خیمه خود مرا مخفی خواهی داشت و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت و الان سرم بر دشمنانم گرداگردم بر افراشته خواهد. آمین. شد قربانی های شادکامی را در خیمه او خواهم گذرانید و برای خداوند سرود و تسبیح خواهم خواند. آمین. ای خداوند، چون با آواز خود می‌خوانم، مرا بشنو و رحمت فرموده مرا مستجاب فرما. نویسنده من... سپاسگزارم. نویسنده کاملا داره آنچه را که تجربه کرده میگه. نویسنده نمیخواد مطلبی رو بنویسه که فقط فرمالیته باشه. نویسنده داره تجربه خودش رو با روح القدس میگه. داوود پادشاه، اون برای همیشه روح القدس رو نداشت، ولی ما داریم. تضمین روح القدس بعد از پنتیکاست هست برای ایمانداران مسیح. و امروز که من و شما به مسیح ایمان آوردیم و این تجربه شیرین رو داریم، چرا اجازه باید بدیم که مشکلات و سختی ها وقتی که توی زندگی ما میاد، این عصاره عشق و محبت و قلب شکرگزاری رو از ما دور کنه. در رومیان 8:35 اعلام میکنه کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر و یا شمشیر؟ مسلماً بر روی زمین ما در جنگ های روحانی هستیم، اما حتی شیطان و لشکر او برای کسایی که با قلبی شکرگزار در حضور خدا میرن نمیتونه رو اونها غالب بشه. اگر غیر از این فکر کنیم، یعنی کار خداوند عیسی مسیح رو روی صلیب باطل کردیم. نقطه ضعف من هستم، چقدر از قوت خدا پر میشم، چقدر در روح حضور خدا هستم که قلبی قوی و شکرگزار داشته باشم. شیطان حمله خواهد کرد، اما نهایتاً مطابق انجیل یوحنا 16:33 که مسیح گفت همانگونه که من پیروز شدم، پیروزی مسیح به توسط روح القدس، شما نیز پیروز خواهید شد. پس از روح پر بشیم و هرگز و هرگز شیطان بر ما غالب نخواهد شد که بتونه به ما آسیب بزنه. باز رومیان 8:37-39 اعلام میکنه با وجود همه این چیزها، به وسیله او یعنی مسیح که ما را دوست داشت، از قبل دوست داشت، پیروزی ما کامل میشود. زیرا یقین دارم که نه موت نه مرگ و نه حیات، نه فرشتگان یعنی فرشتگان سقوط کرده، و نه نیروها و قدرتهای فوق بشری، دیوها و نه پیشامدهای امروزی و نه وقایع فردا، نه قدرتهای آسمانی و نه بلندی و نه پستی، و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمیتواند ما را از محبتی که خدا
در خداوندمان عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. هرگز نمیتونه. خواهش میکنم جلال از آن خداوند. ما میدونیم شیطان حمله میکنه. شیطان نکنید. جلال رو به شیطان ندید. کلام خداوند میگه عیسی مسیح روی صلیب گفت تمام شد. ما فرزندانش هنوز تموم نمی کنیم. هی میگیم شیطان. اگر در طول روز شما 20 بار حتی درباره یهوه صحبت کنید، جلال خدا، 10 بار درباره شیطان، بازم اشتباه میکنید. شیطان چه نقشی میتونه تو زندگی ما داشته باشه؟ حمله، کلام خدا میگه جنگ ما جنگ روحانیه. چرا میپذیری؟ چرا به زبان میاری؟ ما ایمان داریم که روحی که در ما هست قوی تر از روحی هستش که از طرف شیطان میاد.